سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران معلمان آموزگاران ارجمند بار دیگر به خیابانها آمدند در بسیاری از شهرهای کشور و خواستار دستیافتن به مطالبات خود شدند. صنفی و سیاسی درباره وضعیت آموزش در ایران که زیر سلطه تعلیمات حوزوی است. در این زمینه گزارش های مختلفی منتشر شده، در حالی که چند تن از معلمان ارجمند همچنان در زندان به سر میبرند. هاشمی خواستار و آقای لعل محمدی، آقای جعفری، محمد حسین سپهری و آقای شاهرودی از جمله معلمان زندانی هستند در کنار آقای عبدی. در عرصه‌های دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی بسیاری به سر می‌برند که از وضعیت آنان به خاطر دور بودن از مرکز پایتخت اطلاع چندانی در دست نیست. همینجا تقاضا می‌کنیم عزیزان در شهرهای ایران از هر زندانی سیاسی که خبر دارن ما رو در جریان بگذارن و در جریان روزها و ایام دهه معروف به دهه فجر حکومت فقیه در ارتباط با سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، ایران و مردم ایران، نسل‌های برآمده پس از انقلاب به کجا رسیدن، در این زمینه و زمینه های مربوط گفتگو خواهیم کرد با آقای شاهین از خراسان. با ما هستند و در بلژیک آقای رضا آزادی، نویسنده و برنامه ساز تلویزیونی و کارگردان مستندساز، با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر پس از همراهی کوتاهی با معلمان عزیز در ویدئویی کوتاه که گزارش های تصویری بسیاری منتشر شده خواهیم دید. خب گفتم همراهی کوتاه با از نظر گزارش های تصویری هست، در صورتی که تفسیر خبر همواره همراه معلمان ارجمند بوده و تمام صنف های دیگری که خواستار ایرانی بهتر، ایرانی برای همه ایرانیان بهره‌مند از موهبات سرزمینشان. سلام به شما شاهین عزیز، سلام و درود در خراسان. عرض ادب و احترام و درود خدمت شما جناب چالنگی، همکاران عزیزتون در تفسیر خبر و تلویزیون ایران فردا و همچنین آرزوی آزادی میهمان گرامیتون و همه هموطنان عزیزم در سرتاسر کره خاکی در خدمتتون. من آقای آزادی رو گفتم بلژیک، در صورتی که هلند هستن، در هلند. سلام و درود به شما آقای آزادی گرامی، خوش آمدید. پس گذارم عرض بلژیک هم زبان ما را صحبت میکنن جناب چالنگی. سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سرحال باشید و همچنین میهمان عزیز شاهین عزیز که در کلاب هاوس با هم دیگه چندین بار در روم های مختلف با هم دیگه صحبت کردیم، در خدمت من هستم. بلژیک زبان های مختلفی هست، دو زبان داره، نصف بلژیک هلندیه که فلامسش میگه، نصف بلژیک فرانسویه که
فرانسوی صحبت میکنم، ولی جالبش اینه که نامه که میاد در خونه به دو زبون میاد دیگه. بله مثل کانادا با زبونهای محلی دیگه هم دارن، که جالب هست ایرانیانی که در کشورهای دو زبانه هستن هر دو زبانه میدونن و در عرصه‌هایی هم که قرار دارن خب به هر دو زبان منویات مردم ایران رو مطرح میکنن، مانند سرکار خانم دکتر دریا صفایی که در پارلمان بلژیک همواره چنین کردن و بیشتر از اون هم در استادیوم‌های ورزشگاه‌های بسیار بیرق ایران رو پرچم ایران رو برافراشتند و به دفاع از بانوان ایرانی با گشودن درهای ورزشگاه‌ها برای ورود بانوان ایرانی پرچم ایران رو برافراشتن و زحمات بسیاری کشیدن. تندرست باشن و شاد. شاهین عزیز شما بفرمایید که درباره زندانیان سیاسی چرا ما بی اطلاعیم، کمتر اطلاعی در شهرستانها داریم، شهرهای کوچک از مشهد بله داریم، تهران خب کم و بیش، ولی از شما میشنویم خبرها رو. جناب چارنگی متاسفانه در این هیتم باز سری سهلنگاری ها شده، کمکاری ها شده و خب اونقدر حجم این دستگیری ها زیاد بوده توی این چند سال که واقعا هم حجم کار و سنگینی کار میتونه دلیل باشه و هم بعضی وقتا کم توجهی و سهلنگاری جامعه مدنی و بدبختانه بیتفاوتی و بیمهری کل مردم ایران. ولی حالا چند سالی که سوشال مدیا در اختیار مردم قرار گرفت این وضعیت یه مقداری بهبود یافته و کنار گوشه میشه این کار رو یه جورایی سر و سامون داد. خوشبختانه ما در تشکل مدنی ایران پاد یکی از اهدافمون رو این قرار دادیم که بتونیم یک بانک اطلاعاتی کامل از تمام زندانیان سیاسی مدنی و عقیدتی که همه اینها در قالب جمهوری اسلامی زندانیان امنیتی در واقع معرفی میشن رو بتونیم پیدا کنیم، با خانواده هاشون، با خود این عزیزان اگر امکان دسترسی بود پلهای ارتباطی برقرار کنیم تا هم صدای این عزیزان باشیم و هم پیرو راه و اون آرمان هایی که در واقع در انتها به آزادی و دموکراسی ایران قاعدتا خط خواهد شد باشیم. خب توی چند وقت اخیر دو تا اتفاق بزرگ داره میفته. یک شاید دو ماهی هست که کانون صنفی معلمان که بزرگترین و از نظر جمعیت بزرگترین صنف و کانون صنفی هست با 1,000,000 جمعیت اعتراض برخواستم و خودتون شاهدین در استان فارس، در استان خراسان، تهران، استان در واقع آذربایجان شرقی بسیار بسیار کارآمد بودن و فعال. خوشبختانه امروز هم شما شاهد بودید که بعد از 2 روز اعتصاب در کلاس ها و مدارس امروز به خیابان آمدن و مطالبات به حقشون رو فریاد زدن که به نظرم خیلی خوشایند و خیلی در واقع قابل توجهه. و این بار هم یه کمپین افتاد در خصوص مرگ بکتاش آبتین که سرچشمش از اونجا بود، از اوین تا وین که یه سری از زندانیان سیاسی در داخل کشور و در داخل زندان و بیرون زندان و یه سری از فعالین مدنی ایرانی در خارج از کشور در روبروی هتل مذاکرات برجام به اعتصاب و تحصن نشستن که این هم کار بسیار قابل تقدیری. خب آقای آزادی شما از هلند که رصد میکنید به ما چه خواهید گفت؟ یعنی به نظر میرسه عقب نشینی در کار نبوده، علی رغم بگیر و ببندها، سرکوبها، هر چی که بوده باز ادامه داره و ادامه خواهد داشت. جناب چرا من خدمتتون عرض کنم که خب یکی از علتهایی که متاسفانه زندانیان سیاسی صداشون کمتر در میاد اون تهدیدهایی بود که
رژیم بر خانواده ها، فشارهایی که بر خانواده ها می آوردن و اجازه نمی دادن که صداشو در نیارید، ما اینا رو آزاد می کنیم، که خب مشخص شد که فقط برای دلخوشکنک بود، برای اینکه یه دلخوشی بدن و صداها بخوابه. ولی به یمن این پلتفرمای جدیدی که الان آمده و خب سه مورد رو من نوشتم که براتون عرض خواهم کرد، این پلتفرمای جدید باعث شد که اون فاصله بین ایرانی های داخل ایران و ایرانی های خارج از ایران نزدیک و نزدیکتر میشه. مشخص این مسئولیت که کسی که در خارج از کشور هستش به مراتب بیشتر شده. در این پلتفرم‌های جدید احساس همدردی بیشتر میکنن، بهتر میتونن حرف ایرانیان داخل ایران را به خارج بفرستن. دوم این که خب زندانی ها در دهه 80 دسته‌بندی بودن، اصلاح طلب ها یا ملی مذهبی ها، ملی گراها و زندانی های دیگه‌ای که واقعا امنیتی بودن، سیاسی بودن، متأسفانه حقشون خورده میشد و بازم به یمن همین پلتفرم‌ها باعث شد که این مسائل شکستش، این تابوها شکسته بشه و اون زندانی اون جسارت و جرأت رو داشته باشه از داخل زندان خبر خودش رو بده بیرون که من زندانی هم، منم یک زندانی هستم که بر علیه رژیم کار کردم، که بازم وظیفه ما در خارج از کشور اینه که اینا گسترشش بدیم و به جهان نشون بدیم که در ایران چه اتفاقاتی در زندان ایران داره میفته. و سومین مسئله اون یأس و ناامیدی که ایرانیان داخل ایران داشتن، مثل همین شاهین عزیز، نسبت به ایرانیان خارج از کشور که فکر میکردن که کار ما اینه که فقط ما از زیر پتو یه توییتی کنیم اول صبح، بعد پتو رو دوباره بکشیم سرمون. خوشبختانه این پلتفرما و در کنار اینها برنامه‌ای مثل برنامه شما و برنامه‌های دیگری که واقعا مسئولیت پذیر هستن، باعث شد که این فاصله بین ایرانی‌های داخل از ایران و ایرانی‌های خارج از کشور خیلی نزدیک و نزدیک‌تر بشه. و الان داریم می‌بینیم که هر اتفاقی که خب خوشبختانه می‌افته در ایران، سریع در جهان پخش میشه. شاید عزیز ببینید، به این پرسشی که داشتم از آقای آزادی، اون چیزی که میشه دید به وجود دید، این بگیر و ببندها، این تیراندازی ها، کشتار ها در خیابون ها، زندان ها، که خود شما هم به زندان رفتید، به نظر میرسه اثر بخش نبوده، مردم عقب نشینی نکردن. شما چه میبینی از خراسان؟ جان چارنگی، ببینید این موضوع رو از چند بود میشه نگاه کرد و وجه مشترکشون هم اینه که تو هر بودی که نگاه میکنید مشخصا یک اصل هست که جمهوری اسلامی در یک جاده یک طرف است و در لب پرتگاهی است که اگر یک قدم عقب نشینی کنه پرت میشه پایین، و این سمت گاردش رو محکم گرفته، دست به هر جنایتی هم میزنه، هیچ ابایی هم نداره. یه سری از دوستان متاسفانه هنوز من فکر میکنم که خوب جمهوری اسلامی رو نشناختن، فکر میکنن مثلا اینا شرم و حیا و آبرو و شرافت چیزی براشون مونده. نه، هیچ چیزی نمونده براشون. اینها تنها چیزی که براشون اهمیت داره، یک، حالا تنها چیز این سه تا قلم توی همون قالب میشه، یه واژه غلطی رو من گفتم، تنها دو سه تا مسئله است. یک، حفظ نظامشون، که به تبع اون حفظ جایگاه و منافعشون، و پاراج کردن هر آن چیزی که در این مملکت وجود داره. به این خاطر پس ما توقعی نباید داشته باشیم که جمهوری اسلامی و عوام انصارش قرار باشه عقب نشینی بکنه، اما این معنیش این نیست که چاره ای دیگه پس نیست. چرا؟ به نظر من اگر به این اصل ما توجه کنیم، مردم باید اون اراده راسخ و اون اراده راستینشون رو به خرج بدن و تمام مطالباتشون رو، نه صرفاً به این که جمهوری اسلامی بخواد لطف کنه، نه، باید جمهوری اسلامی که نشون داده شده سالهای سال این اخلاق جمهوری اسلامی، این مرام و صفت جمهوری اسلامی که هر جا زور روی سرش بوده پرچم صلح امام حسن دستش گرفته، هر جایی هم که بهش یه مقدار میدون دادن شمشیر امام حسین دستش گرفته و قیام و اینجور چیزا. پس با این تجربه 43 ساله به نظرم باید دیگه از شمردن جنایات و مشکلات و معضلات جمهوری اسلامی دست برداریم و هدف رو مشخصا در راستای مطالبه گری میدانی. باورتون نمیشه جناب شارنگی، توی همین کلاب هاست که جناب آزادی اشاره کردن، اصلا طرفداراشون با وقاحت و بی‌شرمی تمام میان میگن آقا
خیلی هم گفتن ها، یعنی توی رسانه‌های ملیشون هم یا میلیشون در واقع گفتن که همینه که هست، میتونین مثل اون ما که انقلاب کردیم انقلاب کنید، شهید بدید، فلان کنید. الان وقاحتشون در حدی شده که مردم اگر در باب گفتگو میگن آقا مگه شما ادعا نمی کنید که مشروعیت دارید، اعتبار دارید، یه رفراندوم بذارید، اینها با کمال پر میگن آقا ما نه رفراندوم میذاریم نه به شما توجه میکنیم، کار خودمون انجام میدیم دیگه. اینجاست که باید بهشون بگین دیگه یک راه میمونه. من دفعه قبلا به شما گفتم جمهوری اسلامی داره نوع مبارزه مردم با خودش رو مشخص میکنه، شمشیر دستش گرفته و حالا که این شمشیر دست مردم بیفته، به قول مسلمان الله و علم، و امیدوارم این حرف منو ما از سران و سردمداران جمهوری اسلامی توقعی نداریم، اصلا توجه ما ازشون عبور کردیم، ولی اون کسانی که عمله ظلم شدن به خاطر مسائل مالی، به خاطر جایگاه، تا دیر نشده برگردید به آغوش ملت. روزی نباشه که دیگه بخواین برگردین و راه برگشتی نباشد. من میتونم اون جمله‌ای که آموزگار به دوران در دوران پهلوی گفته بود و من الان میتونم تکرار کنم، ما آخرین نسلیم که با گفتگو و متمدنانه داریم به شما میگیم دست از خطاتون بردارید، نسل بعد این حرفا رو نمیزنه و این شکلی رفتار نخواهد کرد. آقای آموزگار گفتین یه همچین جمله‌ای گفت؟ یه همچین چیزی رو من شنیدم که آقای آموزگار آقای ببخشید بازرگان، عذر میخوام، آقای بازرگان گفته بودم، ظاهرا تو نامه‌ای نوشته بودم. بله بله، و با شیوهی که سخن گفتن، یعنی در واقع علیه مردم ایران سخن گفتن. آقای مهدی بازرگان اولین نخست وزیر انقلاب و اعضای نهضت ایران همچین عنوانی داشتن که بعدا جایگزین ایشون آقای یزدی شد. نهضت آزادی ایران، بله نهضت آزادی ایران، یه آزادی خوب بله؟ آوردن برای مملکت. میگم عجب بله. آزادی هم آوردن که نتیجه 43 سالش. یه نسل‌های دیگر، خود همین آقای بازرگان انصاف است که گفته بشه که به صراحت گفت ما هیچ برنامه‌ای نداشتیم، کشور رو دادن دست ما و بارها این صحبت رو کرد و آخرم چه بر روز اون اومد که جایگاه محترمی داشت در حکومت پیشین، اونجایی که من میدونم کوله رو این چیزا وارد میکردن، یک دوره مدیر سازمان آب شده بود در تهران، یک دوره رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، مهمترین دانشکده فنی ایران، همه اینها در پیش از انقلاب بود. انتشارات داشتن، شرکت سامی انتشار آثارشون منتشر میشد و بسیار کار. اما خانواده بازرگان منصفانه نگاه کنن وضعیت مهدی بازرگان رو با پیش و پس از انقلاب و از همین میتونن قیاس کنن بر سر دیگران چه آمد و واقعا چه آورد این انقلاب. شما در عرصه فیلمسازی کار میکنید و الان هم این جشنواره فش هست، چه آورد برای در این عرصه؟ خانه نشین ساخت کرد همه هنرمندان پیش از انقلاب و بعدن چند تنی از اونها مشغول شده. از شما میپرسم آقای آزاد، این جشنواره فجر چه معنایی داره؟ حالا این انقلاب چی آورد؟ سانسور آورد، بی هویتی آورد، بی فرهنگی آورد و یک سری از کسانی که ما خیلی متاسف هستم که هر هفته که برنامه شروع میشه باید بگیم تسلیت میگیم فلان کس مرد، تسلیت میگیم فلان کس فوت کرد و هیچ نسلی هم درست نکردن. نسل ما نسل سوخته بود و اینا کمر به قتل فرهنگ ایران بستن متاسفانه و اون چیزی که میخواستن و اون ایدولوژی که میخواستن، حالا از کمونیست بگیری تا هیتلر نازی، از ناد رو دستشون نوشتن و یادداشت برداری کردن و جشنواره های مختلفی درست کردن، جشنواره ورزشی فجر، فرهنگی فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر، موسیقی که همین پنجشنبه هر هفته شما از این آخوندا میذارید که موسیقی حرامه و به قول من یا باید صدای گوسفند یه موسیقیه که زیباست یا چیزای دیگه که خودتون در برنامه‌تون 100% پخش کردید.
متاسفانه جشنواره‌ای درست کردن که یه رنگ و لعاب بین‌المللی بهش میدن که یک سری فیلم ها دعوت میکنن از خارج از کشور، فیلم هایی که بازم سانسور شده است، بازم به قول معروف گزینه شده استش که در اون فرمی که میفرستن برای فیلم ها، برای دولت ها، برای کشورها میگن که چه نوع فیلم هایی بیاد و متاسفانه دولت های خارجی هم قبول میکنن و در فستیوال ها شرکت میکنن. این مسائلی که متاسفانه همیشه بین دو تا دول صورت بین دو سه دولت کشورها صورت میگیره. جشنواره فجر چیزی نیستش، فقط حلما مبارز تلویدن هستش که نشون بدن که ما ایدولوژیمون رو داریم از دریچه دوربین، از دریچه فیلم داریم به مردم نشون میدیم و شما باید این گونه یاد بگیرید. خب الانم که میبینید رئیسی رئیس جمهور شده و یک سری پسرخاله و دخترخاله رو منصوب کرده و وزیر فرهنگشون امسال خیلی جالبه جناب چالنگی عزیز فرش قرمز را ممنوع کرده و فضا را فیروزه‌ای رنگ کرده یا سبز امام حسینی. حالا باید ببینیم چه اتفاقی از فردا خواهد افتاد که جشنواره فجر صورت خواهد گرفت، ولی هر هفته و هر سال داره تهی‌تر میشه دیگه. شما دیگه اثری از داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و عزیزان دیگه نمیبینید و در کنارش میبینید که مسعود دینمکی، آقا زمانی نامی و همین کارگردانهای بیت رهبری اونجا میرن و میان و جوایز هم میگیرن و من صحبت به درازا کشید. فقط خدمتتون عرض کنم داوران این جشنواره خیلی جالب هستش: مجید انتظامی، جعفری جوزانی، آقای شهاب حسینی، محمد علی باشه آهنگر، کسانی هستن که همین 5-6 ماه پیش قبل از اینکه رئیسی ریاست جمهوری را بپذیره رفتن گفتن که خواهش میکنم که رئیس جمهور بشید. در خدمتتون هستم. بله، این رو هم بگم که آقای مسعود کیمیایی که البته خود ایشون همراهی‌های بسیار داشته با دستگاه حکومتی از جمله در تلویزیون اشغال شده ایران در زمانی که ما بودیم همراه با آقای قدس‌زاده، به هر حال اعتراضی به شهاب حسینی که چون سال پیش بود این جشنواره رو آقای کیمیایی تحریم کرده بود مانند بسیار دیگه یا چند تن دیگری، برحال و شهاب حسینی از سنگر حکومت فقیه تاخته بود و شلیک به سوی کیمیایی و بقیه و امروز روز هم آقای کیمیایی پس کشیده و اعتراض به این جشنواره که شرکت نخواهد کرد. دوما وزیر خارجه فرانسه پس از بازنشستگی لابی سینمای حکومتی ایران رو، اون بخش به اصطلاح حکومتی ایران رو بر عهده گرفت، مدت‌های مدید بازاریابی‌ها و دولت‌ها البته نقش بلافاصله و مستقیمی ندارن، از جمله در آمریکا روی جریاناتی مانند اسکار، اما احزاب بله، لابی حزب دموکرات و پیش از اون البته در دولت اوباما گشودن درهای اسکار به روی فیلم های ایرانی که بعضی از اونها دارای ارزش هایی هستن اما برخی از اونها حتی از نظر تدوین غلط بودن و احتیاج جایزه اسکار به فیلم غلط مانند فرش غلط. بحث طولانی است، از موزه یک منتقد سینمایی من این سخنان میگم، امیدوارم روزی به طور مفصلتر در این زمین ها مجال و لزوم صحبتی باشه. اما آقای شاهین عزیز، از شما این پستشو من دارم که اشاره میکنید که الان بله دوران گذشته از این مرحله که این حکومت چه هست و چه نیست و اینها گذشته، اما میبینیم که همچنان این حکومت در داخل ایران مبلغینی داره، در همین عرصه‌های هنری گرفته در عرصه‌های دیگه. اینو چطور شما باش برخورد می‌کنید؟ هر چنگایی هم میان در حاشیه توییتر جای یه قوری چیز میزنن که چنین نیست و ما از مسئولان چنین انتظار داریم، چنان کنن چنین نکنن اینا. اینو شما وقتی مثلا به همین هنرمندان از این قبیل نگاه میکنید به ما چه خواهید گفت به عنوان یک جوان ایرانی برآمده از پس از انقلاب؟ جان چالنگی، ببینید در خصوص نقش سلبریتی ها اگه یادتون باشه یه برنامه‌ای داشتیم و صحبت کردیم. ببینید ای کاش، من میگم ابتدا من
نوبه خودم از آرزوی آزادی کمال قدردانی رو دارم با اون مستند فوق‌العاده‌اش که به بخشش رو حالا ما نسیم در واقع محتوا اون تیتر و تیزرش رو ببینیم که پرداختن به مستند بنزین خونینش رو منظورمه. ای کاش هزاران نفر مثل رضا آزادی داشتیم و رضاهای آزادی سلبریتی های ما هستن، سلبریتی های مردمی این افراد هستن، نه اون افرادی که لومپن و لوده هستن و برای جایگاه، پول، مقام، شهرت دست به هر نوع، ببخشید این واژه رو میبرم ولی فقط و فقط فکر میکنم این واژه برازندشونه، دست به هر کلاشی و هر لودگی میزنن و گهگداری حالا شرافت که ندارن ولی همون حالت فیزیکی که شباهت به آدم هم دارن همون هم زیر پا میذارن، یعنی ذره‌ای برای مبانی اخلاقی خودشون ارزش قائل نیستن و دست به هر کلاشی میزنن تا این خوشرختی‌ها رو هم تازه بیشتر میکنن که جایگاهشون حفظ بشه. گهگداری هم به قول شما یه جلسی میگیرن، یه به قول سیاسیونی آروغ روشنفکری هم میزنن که بگم بابا ما هم زنده. ولی خب فکر میکنم جامعه ایران یه مقداری نسبت به 5 سال پیش آگاه‌تر شده، هرچند بازم این نیاز وجود داره که آگاه‌تر بشن، ولی به نظرم آگاهی نسبی پیدا شده نسبت به همین افراد و دیگه تو بازی اینجور افراد نمیرن. شما نگاه کنید تلویزیون ملی اینها رو چند درصد مردم نگاه میکنن؟ اون کسایی که حالا وابستگی دارن اون هم باز نصفش رو بد و بیرا میگن، ولی عامه مردم، آحاد مردم دیگه عبور کردن و این جای خوشاینده. فقط میگم مهم اینه که دیگه ما اولویت بندی کنیم مطالباتی که وجود داره و اون کار اصلی رو انجام بدیم. خب اشاره کردن پوستر فیلم مستند بنزین خونین آقای آزادی رو پشت سر ایشون میبینی در کنار پرچم ایران، فیلم بنزین خونین درباره تظاهرات در اعتراض به گران شدن بنزین بود، البته به ظاهر به علت و انگیزه اصلیش اما علیه مجموعه حکومت که کشتن به روایتی 3000 و به روایت های دیگه بیشتر و به روایتی هم 1500 نفر، روایت های مختلف هست، حتی 1 نفر نیکتا اسفندانی، پویا بختیاری و بسیاری و کسان اونها رو به زندان انداختن. به هر حال در خارج از ایران هستن فیلمسازانی که با دست خالی تلاش هایی میکنن، فیلم هایی میسازن، سعی میکنن راه پیدا کنن علیه تلاش بسیار ثروتمندانه لابی جمهوری اسلامی که پول مردم ایران هست، راهی پیدا میکنن به جشنواره‌ها. یکی از کسانی که در این زمینه بسیار تلاش کرده همکلاسی پیشین من که به هر حال هم کلاسی پیشی میشه آقای محمد حسین مهینی، از دوره‌ای ها در تلویزیون و سینما، مدرسه تلویزیون و سینما در سوئد، بنیان سینما در تبعید و گذاشت. از خود آقای آزادی فرصتی بپرسیم، در چندین جشنواره شرکت کردید و جایزه‌ای گرفته فیلم، به ما بفرمایید بینندگان ما مایل هستن احتمالا بدونه. خدمتتون عرض کنم که من یه فلش بک به اون صحبت شما بزنم 30 ثانیه. مسعود کیمیایی سال 98 برای فیلم خون شد از جشنواره انصراف داد و آقای شهاب حسینی فردای اون روز آمد گفت جز این کاری که میکنید نفاق و تفرقه و نفرت افکنی درست میکنید، فقط به اعتراض هواپیمای اوکراینی و همچنین کشتار آبان ماه آقای مسعود کیمیایی، و امسال هم دوباره در جشنواره حضور قرار بود داشته باشه با فیلم خائن کشی که علنا گفتن که شهاب حسینی داور جشنواره است و من در این مسابقات شرکت نمی کنم، شاید فیلم را پخش کنن، حالا اون زیاد مهم نیست. بله آقای آزادی اجازه بدیم، برای اینکه کار ما که قضاوت نیست، من اگر سخنی در باره آقای کیمیایی یا هر کس دیگه میگم در واقع گزارش به کسان دیگه، وگرنه اینی که در 98 که همه اعتراض میکنن و بعد آمدن، نه در زمانی که کشتارهای پشت بام مدرسه علوی آغاز میشه ما منتظر هستیم که فیلمسازان صاحب نامانی که تریبونهای بالایی دارن اعتراضات رو آغاز بکنن، مثل آقای امیر نادری
که اولین فیلمسازی هست که ترک میکنه کشور رو در اعتراض به همین موضوعات و بقیه موضوعات. کسانی که نام میبریم درهای تفسیر خبر بازه بروشون و میتونن بیان صحبت کنن، نه اینکه در اون زمانهایی که میکشن در کنار حکومت بودن و روزی روزگاری 30 سال 40 سال بعد بنابر مسائلی هر چقدر بنابر اعتراض هر چی که هست دلزدگی هایی به اعتراض سخن بگن. بفرمایید آقای. خواهش به هر حال من دارم اشاره میکنم که گذشته هر کسی چون چه همراهی با حکومت ها باشه به هر حال در پرونده ساز ما نیستیم، ولی به هر حال در این گذشته هست. برای همین هست که همیشه مطرح است. خانم لنی رفنشتال به هر حال فیلمساز مستند بسیار بزرگی بود، کارهاش در مدارس سینمایی تدریس میشه، ولی ایشون به خاطر همراهی با هیتلر بالاخره گرفتاری هایی پیدا کرد یا مثلا مورد قضاوت قرار گرفت. بفرمایید. خواهش می‌کنم. گزارش بود که چه علتی داشت کیمیایی با شهاب حسینی در افتاد، سر این قضیه بود. این فیلمی که شما فرمودید در رابطه با کشتار آبان ماه بود، بنزین خونین، که در چندین جشنواره تا حالا صورت گرفته، شرکت کرده، جوایز زیادی برده، مستند بهترین مستند کاپیتال فیلم فستیوال بروکسل بلژیک، مستقل مالزی، ماهیانه آتن یونان و بهترین داستان اصلی مجارستان جناب چالنگی عزیز، که این واقعا بهترین جایزه‌ای بود که به من رسید، یعنی به فیلم رسید که بهترین داستان اصلی صورت داده شد و جشنواره خیلی زیاده، حدود 14 جایزه تا الان برده، که همین الان قبل از برنامه فستیوال دیترویت آمریکا فیلم را معرفی کرد به عنوان بهترین مستند. این برای من خیلی زیباست و جالبه که کارگردان مشهور مجارستانی گفته که این فیلم باید دیده شود و در سراسر جهان پخش بشه. این خیلی برای من قابل افتخار، باعث افتخاره که این اتفاق صورت گرفته. کارگردان مجارستانی اسمش یادتون هست؟ بلاتر، حالا من توی سری بعدی بهتون حتما خواهم گفت اسمش چیه. حالا فیلم شما رو چطور میتونم ببینم بینندگان اگه علاقه داشته باشن؟ چون قرار بود مثل اینکه ایران فردا پخش کنه، نمیدونم. بله قرار بود ایران فردا، متاسفانه من چیزی نشنیدم. حالا بازم با صحبتایی که حالا با تهیه کننده برنامه کنیم، امیدوارم که بتونیم یک ترتیب اثری بدیم که این فیلم پخش بشه. خوشبختانه تهیه کننده هلندی این فیلم جناب چالنگی خیلی فعال هستش و خب اجازه رو به من داده که از یکی از کانال‌های معتبر تلویزیونی ایران این فیلم پخش بشه. من خیلی خوشحالم که این تلویزیون باشه. به هر حال مطمئن هستم آقای نوری‌زاده که قطعا در این زمینه حسن نیت داره باشه و مطمئن هستم همکارانم پیگیری خواهند کرد و مراحل قانونی داره، خود شما میدونید، چون تهیه کننده داره فیلم، بعد ممکنه یوتیوب امتیازی گرفته یا هر چیز دیگری و اینها باید طی بشه که، و همکارانم مطمئن هستم در ایران فردا پیگیر مسئله خواهند بود که بینندگان ببینن حتما بدون تردید. خب شما شاهین عزیز، این کاریه که رضا آزادی، آقای آزادی از دستش برمیاد این کار انجام میده، درست؟ این فیلمی با دست خالی میسازه، میره میاد در جشنواره به مردم نشون میده. حالا از بقیه چه انتظاری دارید در خارج از کشور برای اون همراهی نهایی که شما خواستارش هستید؟ جناب چالنگی، ابتدا من از آقای آزادی این قول رو میخوام بگیرم که به هر چه زودتر این فیلم رو، چون همه مشتاقیم به شکل عمومی ببینیمش، این رو یه فکری بکشن به حالش یا یه تدابیری داشته باشن که در اختیار همه قرار بگیره که طولانی نشه و از اون در واقع اثری که باید بذاره کاسته نشه. این رو به نظرم، چون این صرفا یه فیلم نیست، یک حقیقتی است که یک فرد با شرف جسارت پیدا کرده، شهامت داشته و شرافت به خرج داده و این رو با دست خالی، همینطور که گفتین، بدون حمایت‌های آنچنانی که این لودگان هنربند در ایران در واقع فیلم‌های عبدالخیاری که درست می‌کنن و بودجه کلان می‌گیرن ساخته شده. پس این خودش چون به شکل خودجوش بوده خیلی جای تقدیر و تحسین داره و امیدوارم زودتر بشه که هممون ببینیم.
اما دو تا مسئله است. یک، رسانه های در واقع دارای اثر و نفوذ بر روی مردم به نظرم بایستی حمایت همه جانبه داشته باشن از ایشون و افرادی همچون آقا رضای آزادی. و دوم، مردم، مردم عزیز کشور، من خواهش میکنم یه مقداری چشم گوش رو بیشتر باز کنید و اینجور موضوعات رو ببینید، ببینید که چه کسانی صادقانه، خالصانه و به نفع در واقع ملت و مملکت دارن کار میکنن و چه کسانی برعکس. پس حمایت همه جانبه داشته باشید. ای کاش فراهم میشد که توی این زمینه چه حمایت های مالی، چه حمایت های رسانه‌ای و معنوی از آقا رضا آزادی و همین مجموعه بشه که بیشتر این فیلم ها رو درست کنن، این گونه فیلم ها و مستندات رو. و در خصوص افرادی که در بیرون هستن، به نظرم چون فضای بازتری دارن، حالا بچه های داخل خودتون میدونید چجوریش تحت فشار و یک متن کوچیک می نویسن، بکتاش آفتین رو ما تازگی از دست دادیم، خیلی عزیزانی بودن. همین الان شما تا دلت بخواد کارگردان و نویسنده و معلم و فرهیخته و نویسنده تو زندان های جمهوری اسلامی هستن. حالا من میخواستم یه فرصت پیدا کنم یه سری اسما رو نوشتم براتون بخونم. و به نظرم بایستی این حمایت ها همه جانبه باشه و مردمی. تا زمانی که مردم پا برده عمل نذارن، به نظرم این وزنه نمیتونه به چرخ به سمت این عزیزان و اثرگذاری همه جانبه و خیلی در واقع روشن رو داشته باشه. تعداد اسامی که شما داری چند نفر هست؟ کامل نیست، قطعا کامل نیست. نه فقط من فقط اسم رو انتخاب کردم که فقط بدونین چقدر مشکل و مصیبت داری. من ابتدا از کسی شروع کردن، زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدن و خواستشون هم این بود که سازمان زندان ها ابتدا هم بیاد بپذیره فصل بکتاش آفتین و بعد هم عذرخواهی کنه که متاسفانه با وقاحت و بیشرمی تمام یکی از زندانبان ها به اینها میگه ما 176 نفر رو تو آسمون زدیم، جدفاله کردیم، نه کسی استفاده داد، نه کسی عذرخواهی کرد، بکتاش آفتین که یک نفر. ببینید بیشرمی و وقاحت تا کجا. پس اینجا مردم گوشاتون رو باز کنید، چشماتون رو بازتر کنید و از این عزیزان حمید حاج جعفر کاشانی، محمود علی نقی، سینا بهشتی، امیر حسین مرادی سه، این امیر حسین که ما میگیم سه تا تا همین الان زندانی سیاسی داریم که یکیش امیر حسین مرادیه که از بچه های بازداشتی آبانه، یک امیر حسین مرادی داریم که نخبه المپیاد کشوره که در زندانه، و امیر حسین مرادی فرزند خلیل عزیزمون هم که سومیش. حالا داریم هنوز از این اسما زیاده. این چهار نفر به اضافه اینها در زندان بزرگ، علی اصغر حسنراد، مهدی دارینی، پیمان پورراد، معین حاجی زاده در زندان اوین، خانم شکیلا منفرد در زندان قرچک و وحید و حبیب افکاری در زندان شیراز دست به اعتصاب قضا زدن در همین خصوص که مطالبه عمدهشون عذرخواهی سازمان زندان‌ها برای مرگ و در واقع قتل بکتاش آفتین و همچنین در واقع آزادی زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی و رسیدگی به وضعیت نامناسب زندانیان و رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان. و در خصوص زندانیان که از بچه های فعال کانون صنفی هستند، امروز محمد علی زحمتکش، قهر امیر آزادگان، قهرمان کیانی در استان فارس بازداشت شدن، احمد حیدری، آقای حمدی و آقای داوودی در تهران بازداشت شدن، آقای جبار دوستی در مریوان، آقای شعبان محمدی چند روز پیش در مریوان، و از بچه های همین کانون صنفی خانم مریم کبیری، خانم زهرا محمدی، خانم فاطمه بهمنی، اینها بازداشت شدن و صرفا فقط این بوده که حقشون رو خواستن. این دیگه تراژدیه تو جمهوری اسلامی. زندانیان دیگه ای داریم که یه مقداری کمتر کار کردن، رسانه ها به نظرم باید کار بیشتری کنن. خانم زمانه زیویه، آقای ناصر البشوکه، خانم فریبا اسدی، خانم شهره حسینی،
آقای منوچهر بختیاری، خانم فریده مرادخانی، آقای ناصر فهیمی و آقای علی آتش افروز، حسین قریشی، یاشار توحیدی، محمد ایران نژاد، سارا عسکری، آقایون اینها پدر و پسر هستن، ابراهیم صدیق، سالار صدیق، خانم خدیجه مهدی پور، خانم نرگس محمدی، کیوان صمیمی، ارژنگ داودی و عطالله محمدی و بیشمار این عزیزانی که زندگی شریف خودشون رو دارن در زندگی‌های جمهوری اسلامی در واقع به نابودی میکشونه این حکومت و متاسفانه دادرسی هم نیست. ارژنگ داودی سالیان سال در زندان به سر میبره. بسیار هستن. فهرست اسامی زندانیان سیاسی در ایران: خالد پیرزاده، مریم اکبری منفرد و بسیاری دیگر از زندانیان در شهرهای ایران. اسامی زندانیان سیاسی رو که میشناسید برای ما حتما بفرستید، بازتاب داده خواهد شد. و شما جناب آزادی عزیز، نام خوبی است. در آزادی البته ما یک آقای رضا آزادی دیگری هم داریم، فیلمبردار بسیار ارجمند ایران، صاحب فن، ایشون هم در عرصه سینما. در کشورهایی که آزادی مجازات داره صحبت کردن از آزادی، مهمترین میدان شهر رو به اسم آزادی، شهیاد رو برداشتن آزادی گذاشتن و دیگه همین کافیش دیگه، لابد به اندازه میدان بزرگیست. چه خواستی دارید از کسانی که همرشته شما هستن برای همراهی با زندانیان، همراهی با معلمان؟ چه توصیه‌ای به اونها دارید؟ اول اینکه میرن تو زندان اوین میگن که کتاب فلان کتاب رو دارید، میگه فلان کتاب رو نداریم ولی نویسندش اینجا هستش. در صورت نمی طنز تلخیه که در جمهوری اسلامی فقط صورت میگیره. جناب چالنگی عزیز، من از سلبریتی ها، از بازیگران، از عزیزانی که با من کار کردن زمانی که در ایران بودم فقط میخوام که به قول شما صحبت بسیار زیبایی کردید که فقط امسال تحریم نکنید، بپیوندید به مردم، مردمی که الان کف خیابونا هستن. آقای امیر آقایی که خب من با ایشون آشنایی دارم، ایشون خیلی جالبه، میان اعتراض میکنن که اون خانم گفت از ایران برید، گفت من نمیرم تو ایران میمونم، ولی میره سریال آقازاده رو بازی میکنه که سینمایی اوج، سینمایی سپاه پشت این قضیه هستش. این مسائل زیاد هستن و امیدوارم که بپیوندم به عزیزانی که الان کف خیابون هستن، از معلم، از همه، یعنی اینقدر زیاد هم نمیدونه کدوم صنف رو باید بگه. و بودن این عزیزان و حتی حمایت این عزیزان از این عزیزانی که در کف خیابون هستن، فکر کنم روحیه 100 برابر خواهد شد و ثابت خواهد شد. همینجوری که ایرانی های داخل ایران این امید را دارن که ماها پشت این عزیزان هستیم و حالا در هر پلتفرمی داریم تلاش میکنیم، در هر برنامه تلویزیونی داریم تلاش میکنیم، صداشون داریم به گوش جهانیان میرسونیم، مطمئنا توقع دارن آقای خداداد از دین نشینه در تلویزیون و کولبر را مسخره نکنه. آقای خداداد از دین بیاد و در کف خیابون در کنار دیگران باشه، در کنار معلم ها باشه، در کنار زحمتکش های دیگه باشه. من تنها چیزی که وظیفه‌ای که دارم انجام میدم و امیدوارم که دوستان من که در این حیطه هستنم گوش بدن و حتما به پیروزی خواهیم رسید. جناب چالنگی عزیز، سپاس بسیار از شما. آقای رضا آزادی، مستندساز، سازنده بنزین خونین، درباره آبان ماه 98. با سپاس از شما. همینطور شاهین گرامی در تهران، دو میهمان گرامی از هلند و خراسان در همراهی با هموطنان خود، با سپاس و با امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. پیام های شما عزیزان. با سلام از آلمان به آقای چالنگی عزیز و خیلی ارجمند، من برنامه روز دوشنبه شما را
نگاه کردم در مورد زندانیان سیاسی. با تمام احترامی که به شما دارم ولی گلمندم که آقای چالنکی عزیز که خیلی برای ایرانیا محترم هستین، حساب شما با بقیه روزنامه نگاران جداست. شما چرا از زندانیان سیاسی آذربایجان هیچ یادی نمیبرین؟ اسمی که نمیبرین هیچ، انگار که خودتون عمدن آذربایجان رو هم در عمل هم در لفظ هم در گفته جدا کردین از ایران. و شما، منظورم شما نیستین و افرادی مثل شما و حتی شما هم مهر تجدید طلبی میزنین به آذربایجان. بازم گفتم ارزش و قدر شما برای ما خیلی مهمه، ولی لطفاً اینقدر بی توجه نباشیم به مسئله آذربایجان. سپاس بسیار از محبت شما، از ابراز لطف شما. ممنونم از محبتتون. خب البته اشاره کردید منظورم شما نیستید، ولی شما هم مورد تجدید طلبی میزنید. من ابدا این کار نکردم و نخواهم کرد به هیچ وجه، نه در مورد هموطنان آذری خودم، بلکه در مورد بقیه هم هرگز. ولی نکته ای رو که محبت کردید اشاره کردید، اجازه بدید من موافق نباشم، یعنی اینطور نبینم، نه اینکه مسئله موافقت مخالفتی نمیدونم چه هست، اما من اینطور نمیبینم که زندانیان سیاسی رو جدا کنیم، مال آذربایجان، مال خوزستان، مال کردستان، مال جای دیگه. همین الان شاهین اسامی زندانیان بسیاری رو گفت، ممکنه در تهران زندان باشه ولی آذری است، خوزستانی است، کرد، اصفهانی است. خب اگر اینطوری تقسیم بندی کنیم که این خود به خود همون زمینه ای که مورد نظر و اعتراض شما هست فراهم میشه، یعنی پس فردا مثلا هموطنان بلوچ من و شما خواهند گفت پس چرا از زندانیان بلوچ کمتر اسم بردید؟ یعقوب مهرناد عزیز هنوز تصویرش جلوی چشم من هست، همونطور که فرزاد کمانگر، همونطور که امید میرسیافی، همونطور که بقیه. از چه قومی هستن؟ اونجا جایی که همه با هم رنگین کمان مردم ایران رو تشکیل میدن، ملت ایران. من جدا نمی کنم که امروز از اصفهان زندانیان اصفهانی رو بگیم، هفته آینده خوزستانی، پس فردا آذربایجانی. نه، قومیت، استانی، هر چه که هست، اینها همه در یک جا مشترک هستن، ایران. بنابراین اجازه بدید که این شیوه رو ادامه بدیم که باعث تفرقه نشه و نرسه به اونجایی که شما اتفاقا نگرانید، به درستی هم نگران هستید که بعد انگهایی به وجود بیاد و این همه رو. اینو حتی من در مورد روش‌های سیاسی هم میگم، میگم هر انسانی اجازه داره، مجازه، یعنی باید عقایدی داشته باشه. من مقید نمی کنم حقوق بشر رو در ارتباط فقط با کسانی که هم فکر من هستن، خیر، از اون که هم فکر منه همون حقوقی رو داره یا همین برنامه در خدمتش هست، اگه در زندانه که در خدمت بقیه زندانیان سیاسی، چپ، راست، هر کسی، هر انسانی که با تعریف معین زندانی سیاسی در زندان به سر می داره. حالا شریک کمونیست، مجاهد، سلطنت طلب، مذهبی، اسلام مذهب، اینها بیرون از دایره پرداخت من هست، اونجایی که حقوق انسان مطرحه. بنابراین در مورد قومیت هم همینه. و از شما خواهش میکنم که حتما
هر زندانی سیاسی رو که میشناسید اسمش برده نشده، فارغ از اینکه اهل آذربایجان هست که من مدت خدمتم رو در اونجا گذروندم، یا اهل بلوچستان هست، برای ما بفرستید، حتما ممنونتون میشم. باز هم ممنون از محبت و لطف شما هموطن گرامی من که در آلمان هستید. با سپاس بسیار. پیام بعدی رو میشنم. سلام آقای چالنگی. آقا این 22 بهمن خراب شده، این بهمن نحس منحوس دوباره شروع شد و این جمهوری اسلامی شروع کرد واق واق کردن که آره شاه اینجوری بوده، شاه اونجوری بوده. آقا این رضا شاه و محمد رضا شاه یک کشور عقب افتاده تیکه تیکه شده، ملوک الطوایفی فوق عقب افتاده درب داغون رو تحویل گرفتن و یک کشور پیشرفته درست کردن تا زمان شورش 57، زمانی که کشورهای ژاپن و انگلیس و آمریکا و حتی جنگ جهانی اول ناو هواپیما برداشتن، ایران سماور هم نمیتونست بسازه، یا آفتاب مسی فقط صنعتش بود. حالا اینا میگن نمیدونم تراخم و کچلی و مریضی و راهزنی و بدبختی و فقر و قحطی کشور رو برداشته بود میداشت میرفت. اصلا اینا کفش نداشتن ایرانی ها، یادشون رفته، مسواک نمیدونستن چیه. این شاه در دهه 1970 ایران رو به جای رسون که حتی از بعضی کشورهای اروپای شرقی پیشرفته تر بود. ایران درآمد سالانش ناخالص ملیش از خیلی از کشور اروپایی بالاتر بود. اینا رو یادشون رفته. حالا آخونده اومده میگه زمان شما موبایل نداشتیم، الان ما موبایل داریم. اینا صحت فکرشون اینه، این احمقا. شاه یک کشور پیشرفته رو در سال 57 تو شورش تحویل این آخونده داد و رفت. اینا الان ببین چیکارش کردن. بابا خجالت بکشید. محمد رضا خیلی کار کرد برای محمد رضا شاه خیلی کار کرد برای ایران، خیلی زحمت کشید ایران رو از یک کشور واقعا عقب افتاده تیکه تیکه شده تبدیل به یک کشور فوق پیشرفته کرد. ایران با تنه میزد با ژاپن، کره جنوبی اون موقع اصلا علمی. بله خب مقایسه‌ای که میکنید، به هر حال این گفته رو من بارها تاکید کردم که سپاس اولا از پیام شما که رضا شاه پهلوی نقطه عطفی هست در تاریخ معاصر ایران، چون پیش از اون ایران در وضعیتی بود که بسیاری از نکات رو اشاره کردیم، حتی قوانین بردهداری جاری میشد تا 1310 رعایت میشد، هر گوشه تهران زندانی بود در دست یکی از شاهزادگان معتبر یا درجه بالای قاجار. به هر حال نقطه عطفی بود در تاریخ ایران و قرار بود، البته انتقاداتی بود بعد از در دوران محمد رضا شاه پهلوی، گفتم بارها که قابل اصلاح بود و در مسیر اصلاح بود. متاسفانه این معیار دست مردم نبود که ایران از کجا آغاز تحویل گرفته شد الان دست شما هست، معیار و دست هم نسلان برآمده از انقلاب یا همه جامعه، که ایران 57 چه بود امروز چه هست. اون موقع نبود. در نتیجه ایرانی ها اون چرا که داشتن، امکانات سفر هم وجود داشت برای بسیاری، با اروپا و جای دیگه مقایسه میکردن، با این قیاس میکردن و میدیدن وضع اینه. بنابراین خب ایران انگلیس نبود، فرانسه نبود، آمریکا نبود و گرفتاری پیش میومد. در قضاوت دچار اشتباه میشد فرد ایرانی و به همین دلیل بود بهره‌مندان از حکومت و وضعیت پیش از انقلاب هم به صف خمینی پیوستن. ایران قرار بود ژاپن بشه، موضوعی که وقتی مطرح شد از زبان محمد رضا شاه پهلوی با طعنه و طنز بسیار از مردم روبرو شد. به این نیندیشیده شد که یا نیندیشیدن که ایدئال خوبیست، ما هم سهیم بشیم. برحال سرنوشت ایران این نبود، همونطور که اشاره کردید قابل اصلاح بود مواردی که شدنی هم بود. با سپاس بسیار از شما، همونطور که اشاره کردم سرنوشت ایران و مردم ایران چون این نبود که میبینیم امروز روز، اما با
امید به فردایی بهتر. به پایان برنامه میرسیم. فردایی بهتر برای همه ایرانیان از هر قوم و عقیده سیاسی که دارن و هر مذهبی و حتی هر نامذهبی. امید به چنین فردایی با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوسارانه دناد راک، الوند، کوزگرس، تفتان و بینالود، درفک و شیرکو، کوسارانه تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.